دوستان خیلی لطف کردین. جلسه قبل من از خیلی از دوستان فیدبک خیلی مثبتی گرفتم، همه استفاده کردم، علل خصوص خود من استفاده کردم. و الان برای کسانی که شاید در جلسه قبل نبودن، یه خلاصه از اون چیزی که صحبت کردیم و مطرح میکنم و دوباره اگر چیزی از قلم افتاده بود لطف کنین یادآوری بکنین و بپردازیم به دنباله صحبت. صحبت راجع به این بود که فرق واقعیت و دیدگاه ما نسبت به واقعیت چیه و یه مقدار به صحبت‌های تئوریکی که بالاخره اون چیزی که دیدگاه ما نسبت به واقعیت با اون چیزی که واقعیت خارجیه فاصله داره. و دوستان یه برین‌استورمینگ خیلی خوبی صورت گرفت و این خلاصش رو من اینجوری میتونم خلاصه کنم که اگر این صفحه‌ای که من اینجا الان هایلایت میکنم، اگر این صفحه ما باشیم، ما در طول زمان که این محور زمان هست داریم یه تجربیاتی رو انجام میدیم. دوستان مثالای مختلفی زدن، مثلا جنگ رو تجربه کردن خیلی از ما و خیلی ها نکردن و عرف جامعه‌ای که درش زندگی میکردیم، این در طول زمان ما این تجربیات در افراد مختلف یک حالات درونی مختلفی رو شکل میده. افراد احساسات مختلف دارن، به چیزهای مختلف توجه دارن، وجدانشون شکل میگیره در طول این اکسپریانس لایف و در واقع آگاهی که در هر لحظه از زمان دارن در طول زمان تغییر میکنه و در طول زمان هم شکل میگیره. حالا یک واقعیت خارجی رو باهاش مواجه میشن. طرزی که هر فردی با توجه به این لایف تراجکتوریش برداشتی که از واقعیت داره، در واقع میشه دیدگاه اون فرد نسبت به واقعیت. و در واقع به خاطر همین تفاوت‌ها هستش که تفاوت در جامعه‌ای که فرد از کودکی درش بزرگ میشه و جامعه بزرگی که درش زندگی میکنه و سایر تفاوت‌های این حالات درونیش در اون لحظه‌ای که با واقعیت مواجه میشه، در واقع این یه نوع دیدگاهی به ما میده که چرا ما افراد مختلفی که هستیم دیدگاهمون نسبت به واقعیت متفاوته. هممون واقعیت رو به یه شکل نمیبینیم. حالا من اگر نکته اینجا جا افتاده یا دوستان میخوام به این مسئله کانتریبیوتی بکنم، من میخوام بگم این مسئله خیلی مسئله مهمیه. چون اگر هدف ما هم در ساینس هم در زندگی اجتماعی این هستش که به یک برداشت درستی از جهان برسیم تا بتونیم تصمیمات درست بگیریم، این که دیدگاه های ما راجع به واقعیت فرق میکنه، این سوال به وجود میاره که خب دیدگاه کی درسته؟ و این که دیدگاه افراد مختلف متفاوته، این سوال به وجود میاره که خب ما از این تفاوت دیدگاه شاید بتونیم بهره برداری کنیم و به یک برداشت درستری از جهان خارج و اون واقعیت خارجی برسیم و هممون به تصمیمات بهتری برسیم. مثلا یعنی این به قول معروف این آقای لاکاتوش یه اصطلاح خوبی رو مطرح کرد، گفت که این بحث‌ها بحث‌های آرمچر فیلسوفی نیست که مثلا یه عده‌ای بشینن روی صندلی راحتی بخوان راجع به فلسفه فکر کنن. این تاپیکی که در واقع ما داریم صحبت می‌کنیم، هرچند یه مقدار فلسفی به نظر میرسه و فلسفی است، ولی واقعا یک چیز کاربردی داره که به ما هم این اجازه رو میده که از تفاوت دیدگاه دیگران نسبت به وضعیت خارجی تعجب نکنیم، همین که بتونیم استراتژی خوبی رو برای تصمیم گیری استفاده بکنیم. و بس بنابراین حالا من می‌خواستم ببینم اگر دوستان چیزی می‌خوان به این کانتریبیوت بکنن. چیزایی که در آینده خوبه که راجبش فکر کنیم این هستش که خب دیدگاه‌های ما به این ترتیب متفاوته، خواسته‌های ما هم در تصمیم‌گیری‌هامون موثره. یعنی دقت کنین که فرض کنین من و یک نفری که تصمیماتش راجب وضعیت پس کن اجتماعی یا سیاسی، یا اینکه فرض کن حتی تکس رو باید زیاد کرد یا تکس رو باید کم کرد، مالیات از ثروتمندا رو باید زیاد کرد یا کم کرد، این به دو تا چیز بستگی داره. یکی اینکه ما دوتا ممکنه دوتا دیدگاه مختلف از واقعیت خارجی داشته باشیم. دوم این هستش که ما ممکنه که خواسته های متفاوت داشته باشیم. و در واقع بعد این صحبت راجع به دیدگاه رو ما تموم میکنیم، قدم بعدی برای اینکه ما بتونیم به تصمیمات که منافع مشترک همه رو تضمین بکنه برسیم، این هستش که نه تنها بفهمیم چرا دیدگاه هامون متفاوته، بلکه بفهمیم چرا خواسته هامون متفاوته.
در واقع این خلاصه بود و دایرکشنی برای جلسه امروز. دیگه من امیدوارم که دوستان کمک کنن و این کانتریبیوت بکنن به این جهت حرکت کنیم. بفرمایید. من می‌خواستم بگم حرفتون درسته، در واقع دیدگاه هاست که مهمه، اینکه واقعیت چی هست. شاید حتی به لحاظ فلسفی نتونیم به نتیجه برسیم که واقعیت چیه. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که دیدگاه ما، اون برداشتی که ما از اون واقعیت میکنیم، اونه که مهمه. و برای دموکراسی اینه که برداشت اکثریت از واقعیت مبنای عمل قرار بگیره. ولی آیا اون برداشت اکثریت از واقعیت آیا تضمین کننده منافعشون هم هست؟ در واقع ممکنه نباشه. همونطوری که میبینیم مثلا خیلی از اقشار پایینی توی امریکا مثلا از دیدگاه های حزب جمهوری خواه که معمولا منافع گروه بالادستی رو نمایندگی میکنه دفاع میکنن و بهشون رأی میدن و اونا رو میفرستن تو پارلمان، تو سنا، به دلیل اینکه در واقع تونستن یه عده‌ای حالا با کمک مدیا و شکلهای مختلف دیدگاه اونا رو نسبت به واقعیت نزدیک کنن به خواست خودشون. یعنی در واقع از زاویه‌ای که خودشون میخوان واقعیت رو ببینن و اون میشه دیدگاه اکثریت و در واقع نماینده اکثریت میره که دیدگاه در واقع اکثریت رو داره ولی خواسته های واقعی اکثریت رو در واقع نمایندگی نمی کنه. این یه تناقض دیگه که ما الان توی دموکراسی ها میبینیم. ممنون. بله بابا، چه در واقع رفتیم. این بحث است که در واقع علت این که تمام اینا به هم دیگه متصل هستند دقیقا همین چیزی است که کیهان الان به طور خلاصه گفت. یعنی می‌بینیم که در این ماجرا وقتی ما جزئیات بیشترش رو فکر می‌کنیم، می‌بینیم که اتوماتیک توی همین بحثی که ما الان شروع کردیم، بحث دموکراسی و بحث میدیا وارد میشه. شاید الان دوستانی که اول پوستری که من درست کرده بودم و دیدن، ممکن فکر کنن این تاپیکا و تاپیک عدالت چطوری به هم ربط دارن، ولی الان خیلی قشنگ کیهان اینا رو به هم دیگه اتصالش گفت. یعنی اینجا در واقع برداشت ما از واقعیت، ما که واقعیت رو به طور مستقیم اکسپریانس نمی کنیم، این واقعیت از طریق رسانه ها بیشترش به دست ما میرسه و اینا دیستورشن میتونن در اون برداشتی که ما از واقعیت داریم ایجاد بکنن. و از اون طرف حالا بحث این خواسته ها با دیدگاه ما به واقعیت. دوستان دیگه اگر که نکاتی رو بگم، من این چیزایی که کیهان گفت رو یادداشت کردم. اگر اجازه بدین جناب قاسمی نژاد، من می‌خواستم راجع به همین صحبتی که دوستمون کیهان کرد یه چیزی رو در حقیقت اضافه کنم. ببینید، دیدگاه‌های متفاوت ماها در حقیقت خواسته‌های متفاوت رو هم در بر می‌گیره، ولی تجربه زندگی و شناخت در حقیقت برمیگرده به شرایط عینی و مادی موجود. یعنی شرایط عینی که ما درش زندگی میکنیم به عنوان یک طبقه اجتماعی، به عنوان یک فرد، برمیگرده به اینکه در چه شرایطی و با چه موقعیت هایی و چه شرایط مادی هستش که میتونه در حقیقت افکار ما رو شکل بده. یعنی اون شرایط عینی میشه از دید من زیربنا، اقتصاد، حضور شما عرض کنم که مناسبات کاری در محیط کار. ولی علاوه بر این، من فکر میکنم که در شرایط کنونی به ویژه از سالهای 1990 به این طرف، این روبنا یا در حقیقت در برگیرنده فرهنگ و نشریات، وسایل ارتباط جمعی، اینها خیلی تاثیرگذار بودند در شکل دهی افکار و اندیشه های در حقیقت آدم ها. و به همین دلیل هم هستش که، یعنی در حقیقت این صنعت تبلیغاتی که در جهان به وجود آمده، قادر شده افکار کسانی رو که در شرایط اجتماعی و اقتصادی بدی زندگی می کنند رو
بیاره افکار اینها رو برگردونه و تبدیل بکنه به ستایش از کسانی که این شرایط اقتصادی و فقر و بدبختی رو به وجود آوردن و نتیجتاً با بمباران کردن افکار مردم در جامعه از طریق این وسایل ارتباط جمعی قادر شدن که به نوعی اکثریتی از جامعه رو به سمت خودشون بکشن. ببینید شما وقتی که صحبت از این میکنید که آقا آیا کشورها دارای حقوق مساوی در سازمان ملل هستن، همه میگن بله، یعنی با یه آمریکایی که از ترامپ هم دفاع میکنه برمیگرده به شما میگه که بله درسته. بعد سوال میکنی آیا آمریکا حق داره در مثلا 14,000 کیلومتری کشورش بره به کشور دیگه حمله بکنه و اونجا رو بمباران بکنه که از حقوق مساوی اون کشور برخوردار هستش طبق شارت به اصطلاح سازمان ملل متحد؟ آیا این حق رو داره؟ یکم فکر میکنه میگه بله، برای اینکه منافع آمریکا به خطر میفته. یعنی این بخش منافع آمریکا به خطر میفته در حقیقت شکل گرفته از تبلیغات وسیع و به اصطلاح به فرانسه میگیم انکولکاسیون. انکولکاسیون در حقیقت یه ایدئولوژی طبقه حاکم یا یه حزب حاکم هستش که این افراد رو در حقیقت گمراه میکنه، هرچند که شرایط عینی و واقعی که درش دارن زندگی میکنن کاملا متفاوته با اون چه که بهش اعتقاد پیدا کردن و اینجا نقش ایدئولوژی یا روبنا بسیار پر اهمیت میشه. یعنی من این رو به این صورت میگم، زیربنا شرایط عینی موجود اقتصادی واقعی و روبنا تمام سیستم تبلیغاتی و فرهنگ که قادر شده متاسفانه امروزه جامعه بشری رو به سمتی سوق بده که در حقیقت به نفع طبقات حاکم هستش یا به نفع کسانی که در قدرت هستن هستش. مرسی. خیلی ممنون. من وقتی که چنگیزی صحبت میکردن یاد این سه نفری افتادم که تو این پوستر من عکسشون رو این پایین گذاشتم، اگر اجازه بدین این صحبت ها خیلی مربوط به این سه نفر میشه. بله، آنتوان گرامشی به اصطلاح مهمترینش بسن. بله، از سمت چپ آنتونیو گرامشی هستش، وسطش دویی هستش و از سمت راست والتر لیپمن هستش. این سه نفر توی دهه های اول قرن بیستم از در واقع متفکران اون زمان بودن و یک اتفاقی که الان آیه چنگیزی بهش اشاره کردن افتاده، مثلا حدودا 70 سال بعد از اینکه مارکس و انگلس مانیفستو نوشتن در اروپا فاشیسم داشته پا میگرفته. حالا فرض کنید حدود 1920 همه این افراد تا 30 این افراد خیلی فعال و معروف و اینها بودن. سوالی که وجود داشته برای مارکسیست ها مثل آقای گرامشی این بوده که خب این 70 سالی که از اندستریال ریولوشن میگذره و پیشبینی هایی که مارکس کرده بوده در مورد اینکه زیربنا که همون ساختار ابزار تولید هست باعث خواهد شد که وضع کارگران اینقدر بد بشه که به انقلاب رو بیارن و چیزایی که پیشبینی شده بود رو انجام بدن و اینها، اتفاق نیفتاده بود و با اینکه وضع کارگران خیلی بهتر نشده بوده، دقت کنید که 1920 هنوز فایت بوده برای آزادی زنها، فایت بوده برای اینکه کارگرها بتونن ساعت کارهای محدود داشته باشن و غیره و غیره، فایت هنوز در جریان بوده ولی انقلاب صورت نگرفته بوده. از اون طرف خب در واقع پس مارکسیست ها دچار این مشکل بودن که این و تنها انقلاب کمونیستی هم که صورت گرفته بوده توی کشوری بوده که فاندیشنش بیشتر اگریکالچرال بوده تا اندستریال که همون روسیه اون زمان انقلاب شده بوده. اینا این سه نفر رو در نظر بگیرین اوایل قرن بیستم هر سه تا. دوی یه فیلسوف بوده در آمریکا که طرفدار دموکراسی، طرفدار عدالت اجتماعی، به قول توی تفکر آمریکایی بهش میگن یه فیلسوف لیبرال. لیبرال یعنی کسی که اگر طرفدار عدالت باشه اونجا بهش میگن لیبراله، ولی خب طرفدار مثلا مارکسیسم نباشه میشه لیبرال از نظر لیبل زنی، ولی خب فلسفه دوی خیلی مفصل تر از این فقط لیبرال بودنشه. دوی دوچار این مشکل بوده که
ما خب چجوری میتونیم که جامعه رو به این سبب ببریم که عدالت اجتماعی برقرار بشه از دیدگاه فلسفی خودش. این آقای والتر لیپمن یه فردی بوده که روزنامه نگار بوده و روی در واقع روانشناسی اجتماعی و اینها کار میکرده و والتر لیپمن یه سری مقالاتی رو منتشر میکنه و درش نشون میده، دقت کنید که این داریم 20 سال قبل از سرکار اومدن هیتلر صحبت میکنیم، و والتر لیپمن مینویسه که در واقع این دموکراسی و سیستم دموکراتیک یه ضعفی داره که در واقع هرد بیهیویر میتونه ایجاد بکنه، یعنی رسانه ها میتونن مغز مردم رو کنترل بکنن و این امیدی که و با دویی وارد یه بحث میشه. حالا اگر یه وقت خواستین یه مقاله 7-8-10 صفحه‌ای هست که دویی در پاسخ به لیپمن مینویسه که این ناامیدی تو راجع به دموکراسی رو من میفهمم چرا، و همین صحبتایی که الان دوستانم کردن. لیپمن صحبت‌های نگرانی‌های راجع به دموکراسی رو که الان مطرح شد و مطرح میکنه که آقا این رسانه‌ها، و کیهان اشاره کرد که رسانه‌ها مغز مردم رو میتونن کنترل بکنن، دیدگاهشون رو نسبت به واقعیت میتونن کنترل کنن و به همین ترتیب خواسته‌ها رو میتونن کنترل کنن. پس بنابراین این آرزویی که دموکرات‌ها دارن، نه حزب دموکرات‌ها، کسایی که به دموکراسی علاقمند هستن مثل دویی، یه آرزوی ایدئال گرایانه است. از اون طرف گرامشی در همون مقالات و چیزایی که در زندان‌های ایتالیا نوشته، در واقع آثار بزرگ که در واقع مارکسیسم 100 سال بعد از اون، یعنی فرض کنید از 1920 تا 1900 تا 2020 خیلی تأثیر گرفته شده از گرامشیه، که اون چرا این دیدگاه ما راجع به این که ابزارهای تولید و زیربناها روبناها رو تعیین خواهند کرد چرا محقق نشده، و از دیدگاه مارکسیستی به این مسئله میپردازه که والتر لیپمن از دیدگاه کپیتالیستی داشته بهش میپرداخته، که بله پس در واقع ناسیونالیست های مثل موسولینی و فاشیست های مثل هیتلر و غیره میتونن بیان از طریق رسانه ها ذهن مردم رو کنترل کنن، و نه تنها اون، در واقع تئوری رو میده گرامشی که در واقع تئوری هژمونی بهش میگن، تئوری سلطه ترجمه شده، که چجوری در واقع این روبنایی که ما فکر میکردیم که یه دیپندنت وریبلیست که متأثر میشه از این دیپندنت وریبلی به نام ابزار تورید، اینجا خلاصه فکری که این سه نفر از سه دیدگاه ابتدایی مختلف در اوایل قرن بیستم میرسن این هستش که این رسانه ها و روبنا و ایدئولوژی و طرز تفکر در واقع مارکس جمله‌ای داشته که تفکر غالب تفکر طبقه غالب هست، و به این نتیجه میرسن که این تفکر میتونه جلوی اون واقعیت های عینی که وضعیت مردم دارن تجربه میکنن رو بگیره، که میرسیم به اون ابزرویشن که دوستان مثال زدن که مثلا تو آمریکا طرف خیلی بدبخته، داره توی کارخونه‌ای تو دیترویت کار میکنه، حقوق مینیمم ویج هم بهش مثلا حتی به زور دارن میدن، ولی طرفدار این هست که ترامپ میلیاردر و دوستانش به حکومت برسن. این پارادوکسی که این سه نفر اونجا مشاهده کردن و تأثیر میدیا در شکل گیری ذهن مردم، در واقع اگه دقت کنید این ستا رو من این پایین بغل هم گذاشتم که در واقع 100 سال پیش این مشکل رو هر کدوم با ایدئولوژی خودشون دیتک کردن، و این به ما نشون میده که این مشکل یک مشکل واقعیه، یک مشکل، همین که افراد با ایدئولوژی مختلف مشکل رو با هم یه جور تقریبا میبینن، این نشون دهنده یک واقعیت عینیه در مورد تاثیر رسانه ها در ذهن، در شکل گیری دیدگاه ها و خواسته های مردم. آنتونیو گرامشی در حقیقت در سن 46 سالگی در سال 1937 در زندان روم در حقیقت مردش. گرامشی در حقیقت مارکسیستی بودش که بیشتر روی مسئله روبنا، اون بحثی که الان قبلش ما داشتیم، بیشتر کاراش در حقیقت برای توسعه این مسئله تاثیرگذاری روبنا بر اقتصاد و بر جامعه خیلی کار کرده بودش. همین خواستم اینو تذکر بدم، ببخشید. بله، و بعد از این در واقع تعدادی از در واقع مارکسیست هایی که در قبل از
شروع جنگ جهانی تو آلمان زندگی میکردن و بعدن به آمریکا مهاجرت کرده بودن و دوباره برگشتن در فرانکفورت، یه حلقه‌ای داشتن از مارکسیست هایی که دیگه تصمیم گرفتن که این ماجرای روبنا و زیربنا رو این طرز نگاه کنار بذارن و دیدگاه جدیدی به وجود اومده که بهش میگن فرانکفورت اسکول، که یکی از مثل فرض کن تروتسکیزم و لنینیزم و ماویزم و برداشت‌های مختلفی که از مارکسیزم وجود داره. این هستش که گفتم که دیگه گرامشی در واقع فاوندر طرز فکری هست که بعدها بهش میگن فرانکفورت اسکول. دیگه ترمینولوژیشون شاید بگم حتی بعضیاشون تأثیر اون چیزی که قبلا بهش میگفته شده روبنا، که همین ایدئولوژی ها و برداشت ها و دیدگاه ها هست، برای فرانکفورت اسکول از ابزار تولید هم در پیشبینی آینده نهضت در واقع عدالت خواهانه، حالا اگه بگیم اگر هدف رو با تعریف جدیدی از کارگران دوران نالج ورکر، چون حالا این بحث خیلی مفصله، بعد حتیب برای دوران مدرنی که پرولتاریایی که مارکس میدیده به اون صورت وجود نداره، بلکه به صورت مثلا 90% جامعه نورث امریکا الان تو سرویسز کار میکنن و اصلا پروداکشن و ارزش افزوده تولید کالا تبدیل شده به ارزش افزوده ناشی از سرویسز و غیره. این هستش که خیلی مسئله پیچیده تر از اون چیزی شده که حد، البته هستن کسانی هم که هنوز در واقع میشه اسمشون رو گذاشت فوندامنتالیست مارکسیست ها، که همینطور به همون صورت نگاه میکنن. ولی حالا برگردیم به اصل صحبتمون. اصل ماجرا این هستش که تقریبا همه به این پی بردن که برای توضیح وضعیت موجود جهان که مردمی میتونن به تصمیمی برسن که با منافع خود عینی خودشون تناقض داره، برای فهم اون توجه کردن به شکل‌دهی رسانه‌ها در دیدگاه خیلی تأثیر داره. من خیلی حرف زدم، سکوت میکنم. بفرمایید. بله دستکاری رسانه ها اگر بگیم یه خود جالب تره. خب نه، این دست ببینید یه چیزی هم هستش که این رسانه ها لاجرم باید وجود داشته باشن، یعنی وجود رسانه ها is a necessary evil، این وجودشون واجبه، به خاطر اینکه به این توجه کنید که ما هر جایی که هستیم میزان تجربه ما نسبت به واقعیت خارجی و اون شرایط عینی خودمون محدوده. یعنی فرض کنید یه کارگری که حالا بخوایم تو دیدگاه مدرن نگاه کنیم، داره توی الان کارخونه استثمارگر بخوایم مثال بزنیم، دیگه مثل سابق نیست، باید مثالش مثلا باشه مکدونالد. طرف داره تو مکدونالد کار میکنه، ساعت $12 میگیره و کیبل کرایه مثلا ما $1,000 اون رنتالش. این فرد در این شرایطی که وجود داره، بله مثلا ممکنه وضعیت خودش رو در مکدونالد درک بکنه، ولی برای چیزهای دورتر از اون خب واقعیت خارجی محدود به همین شرایطی که طرف خودش اکسپریانس میکنه نیست. اگه بخواد بفهمه مثلا وضع اقتصاد چجوره، وضع کل اجتماع چجوره در کانادا، در بقیه دنیا، ناچار هستیم. این رسانه توی فارسی ترجمه خوبیه، ترجمه لغت رسانه ترجمه میدیومه و رسانه ها ترجمهش میشه میدیا. این ما ناچار هستیم که اطلاعاتمون از راه راجع مسائل دورتر از تجربه لحظه خودمون از طریق یک میدییتوری، یعنی در واقع این میدییشن یا واسطه بودن، میدییشن لازمه، بالاخره یک کسی باید اون طرف شما در تورنتو یا در مونتریال یک کسی باشه که پاشو بره تو شهرداری ببینه چه اتفاقی داره میفته که اونا رو گزارش کنه، پاشو بره تو دادگاه ببینه چه اتفاقی میفته اونا رو گزارش کنه. رسانه ها واجبن و بسیاری از افراد دارن به این نتیجه میرسن که انتظار داشتن از رسانه
که یک تصویر بدون بایاس از واقعیت به ما بده، این یک انتظار ناواقع گرایانه است. یعنی حالا اگر بخوایم بریم بیشتر تو رسانه ها وقت بذاریم و در آینده صحبت بکنیم، می‌بینیم که این رسانه خودش یه دینامیکی داره، صاحبش کیه، کارمنداش کیان، و باز خودش یه ایدئولوژی داره و خب درست وظیفه‌ش اینه که به ما یه خبری رو بده. حتی اگر همشون مثلا با هم دیگه صبح که میرن سر کار قول بدن، بگن آقا ما قول میدیم که هیچ گونه بایاسی ایجاد نکنیم، ایدئولوژی خودمون رو وارد نکنیم، ولی باز لاجرم اونام دوباره یه همچین فیلتری مثل این آقای زردی که من اینجا هایلایت کردم، این یکی از ما هستش، یه لایف تراجکتوری داره، این کسی هم که تو اون سازمان کار میکنن و خود اون سازمان به عنوان یک انستیتوشن یه هیستوری داره، صاحب داره، سود میخواد بکنه یا نکنه، دولتیه یا نیست، اینا همه تو رفتار اون رسانه تاثیر داره. و نکته اینجا که این بایاس ناشی از رسانه ها در دیدگاه ما حتی شاید یه چیزی باشه که هرگز نشه اصلا ازش گریزی باشه، فقط باید اینو فهمید. و دوباره توی این ماجرای دوباره برمیگردیم به بحث که کیهان مطرح کرد، در نهایت تصمیمات اجتماعی تصمیمات جمعی هستن، هر کدوم از این افراد، یعنی 1,000,000 تا یا 30 مثلا در کانادا 30,000,000 تا از این زردا داریم، 30,000,000 نفر داریم، هر کدومشون یه لایف تراجکتوری دارن و در اون لایف تراجکتوریشون به یک حالتی رسیدن. دموکراسی برداشت ما از واقعیت برداشت میشه که هر کدوم از این افراد راجب واقعیت دارن و باید دست جمعی تصمیم گیری کنن، که هر کدوم از ما بسته به رسانه هایی که دارن استفاده میکنن، ما میدونیم که درشون یه بایاسی وجود داره. و یک سوالی که حالا دوباره وجود داره این هستش که چجوری افرادی که در شرایط دیدگاه خاص کنونیشون هستن، این خودآگاهی که دیدگاهشون و این رسانه ها شکل دادن شاید به ما این کمک رو بتونه بکنه که فرض کن من و کیهان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، چقدر این تأثیر داره که ما حواسمون باشه که دیدگاه کیهان و رسانه های کیهان شکل داده، دیدگاه من و رسانه های من شکل داده، به این خاطر که دیدگاهمون رجوع به واقعیت و خواستهامون مغایره، و حالا بخوایم با هم دیگه برسیم به یک کامان کانسنسسی که رأی بگیریم و من و ایشون و ده نفر دیگه به یک تصمیمی برسیم. به نظر من باید در حقیقت ساب کانشس های خود آدم ها هم یه مقداری، حالا درسته خیلی هاش رو تجربه هست، خیلی هاش رو میدیا و اینا هست، ولی اونا رو هم آدم بهش اضافه کنه. چون مثلا شما به یه آمریکایی چند وقت پیش داشت با یکی مصاحبه میکرد قبل از انتخابات، این آقا داشت از سرطان میمرد تو آمریکا، داشت از سرطان میمرد، میگفت شما آیا راضی هستین که مثلا یه دونه چه میدونم هلث کیر برای همه باشه؟ گفت نه، برای اینکه خارجی هم هلث کیر میگیرن. یعنی حاضر بود این آقا به ضرر خودش که سرطان داشت و نمیتونه، یعنی حاضر بود که هیچ گونه هلث کیری نگیره که فقط خارجی ها نگیرن. یا مثلا شما دارین کسایی که مثلا به قول معروف برای داشتن تفنگ، یا رو به قول شما 12 دلار هم شاید نمیگیره، تو توی مزرعه ها کار میکنه، ساعتی مثلا 10 دلار شاید بگیره فقط برای اینکه بتونه تفنگ داشته باشه، مثلا نگهداره، چون که این نظر ریپابلیکن ها هست، حاضره به رأی بده که به ریپابلیکن ها رأی بده، در حقیقت به ضرر خودشون رأی بده، به خاطر در حقیقت این چیزایی که به نظر من توی اینگرین شده، توی چیزشون سابکانشسشون اینگرین شده، مثل اهمیت داشتن اسلحه مثلا، انقدر باسه طرف مهم شده که بقیه مسائل زندگیش رو تحت پوشش قرار داده. اگه اجازه بدین جناب قاسمی نژاد، من میخواستم راجع به این بلو کالر ورکرز و وایت کالر ورکرز میخواستم یه چیزی رو بگم. من با شما موافقم که در جهان سرمایه‌داری در حقیقت پیشرفته امروزی این ارزش اضافی یا اینکه پلوس ولیو رو بیشتر روی به اصطلاح سرویس هایی که کارهایی که بیشتر سرویسی هستش و وایت کالر ورکرز دارن چیز میکنن داده میشه، ولی واقعیت کشورهای جهان سوم و از جمله به ویژه آفریقا این روز صحبت از کارگرانی هستش که با روزی 1 دلار 2 دلار و کار جسمانی بسیار سخت دارن زندگی میگذرونن،
و این تفاوت حالا بین این جهان سرمایه‌داری و اون جهان یا کشورهای جهان سوم که پیشرفت نکردن و حالا اسمشون رو می‌ذاریم در حال توسعه خیلی زیاده و نتیجتاً اون داستان شرایط عینی موجود و تجربه انسان‌ها که به تفکر انسان‌ها شکل میده و شاکلش در حقیقت اون تجربه عینی هستش، این من فکر می‌کنم خیلی مهمه. و در عین حالی که قبلاً هم اگه دقت کردین این مسئله رو مطرح کردم که نقش رسانه‌ها یا نقش در حقیقت این ابزار وسایل جمعی، ارتباط جمعی بسیار بسیار مؤثره و طبیعتاً در شکل گیری افکار انسان‌ها خیلی تأثیرگذار هستش. من یه نمونه به شما میگم، شرایط عینی موجود و تجربه‌ای که مردم داشتن. ما در استان کبک به عنوان مثال اگه دقت کرده باشین، در اینجا یه سری افکار اجتماعی مترقی در حقیقت، حالا اسمشو میذاریم مترقی، اینجا غالبه و مردم به نوعی خارجی ها رو میپذیرن. چرا؟ برای اینکه در یک خطه جغرافیایی با 1,444,000 کیلومتر مربع، یعنی به اندازه ایران، جمعیتش 8 میلیون خورده ای، و من از اونجایی که بیاد میارم، یعنی از 53 سال پیش به این طرف که اینجا هستم، دقت کردم که سیاستمداران کبکی اکثرا برای خارجی‌هایی که وارد اینجا میشن و در حقیقت کمک میکنن به رشد اقتصادی، بسیار بسیار اهمیت قائل بودن و سعی کردن تا اونجایی که امکان داره تفاوت آنچنانی نباشه، هر چند که ایدئولوژی ناسیونالیستی، اینکه زبان حتی اونها هم شرایطی به وجود میارن، یعنی توی بحث‌ها و گفتگوها و برنامه‌های حزبیشون که خارجی‌ها رو بپذیرن. و کسانی که به عنوان خارجی آمدن اینجا جا افتادن، زندگی میکنن، حال نسل‌های بعدشون که چی، اونها هم در حقیقت تبدیل میشن به کبکی‌های بعدی، ولی کبکی‌ها اینجا یه تجربه عینی دارن. ایرانی‌هایی که اینجا هستن، آفریقایی‌هایی که اینجا هستن، خاورمیانه‌هایی که اینجا هستن، آمریکای لاتینیا، یه تجربه خوبی کسب میکنن، یعنی در حقیقت یه تجربه عینی پیدا میکنن که دیدگاه اونها هم یه مقداری نسبت به مسائل باز میکنه و همزیستی مسالمت‌آمیز رو چیز میکنه، جا میندازه. این هستش که من برمیگردم به همون حرف اولیه، مسئله شرایط مادی عینی موجود و تجارب انسان‌ها برای شکل‌گیری تفکرشون و در جوارش اون وسایل ارتباط جمعی و روبنا یا فرهنگی که میتونه در شرایطی اینها رو تغییر و تحول درش ایجاد بکنه. مرسی. من هم یه نکته میخواستم رو زمینه میدیا، یعنی همین صحبت امیر حسن که در واقع واقعیت از کانال میدیا، اما در واقع مسائلی که ذهن ما رو نسبت به جهان پیرامونمون شکل میده رو ما از طریق در واقع رسانه ها هستش که میبینیم و این خیلی تعیین کننده است. یعنی وقتی نگاه میکنیم رسانه ها، حالا روزنامه، رادیو، تلویزیون، از اون طرف در واقع سینما با فیلم هایی که در واقع میده بیرون، نقشی که هالیوود مثلا داشته تو شکل دهی در واقع ذهنیت ما نسبت به مسائل بیرونی، همین که اصلا هنوز دنیا مثلا اگر امریکا بخواد به یه جایی حمله کنه، خب ممکنه ناراحت بشه، اعتراضم بکنه، ولی به عنوان یه واقعیتی که خب احتمالش داره انجام بشه، مثلا بعدن اصلا چین بگه من میخوام مثلا حمله کنم، چه میدونم عراقو بگیرم، همه دنیا رو شوک میزنه، نه اصلا این قابل قبول نیست، یعنی انگار یه چیز خیلی عجیبیه، چون تو اسمت امریکا نیست، تو نمیتونی چه این کاری رو بکنی، فقط برای اون میتونه، حالا خوب و بدش جدا. و رسانه به بیشترم بریم، میگم در واقع این چیزاییه که خیلی عمیق میبینیم رسانه ها به شکلهای گوناگون برای ما فرهنگ سازی کردن. حالا هم بیشتر از اون میبینیم رسانه های مجازی مثل فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام اینا، یا اصلا گوگل. خب شما از طریق گوگل خیلی چیزها رو، من خودم روزی 10 بار گوگل میکنم چیزها رو، خب در واقع من واقعیت بیرون رو
از زاویه از رسانه گوگل در واقع فیلتر میشه به من میرسه. سیستم آموزشی، خب سیستم آموزشی هم در واقع یه بخشی از این مجموعه است دیگه، که در واقع یه چیزی من تو فیسبوک نمیدونم دوستان دیدن یا نه، از جین الیوت شیر کردم که میگفت خیلی جالبه که ما رسما تو سیستم آموزشی پذیرفته شده که امتحانم باید بدی و نوت بگیری، کریستوف کلمب به عنوان یک کاشف، در حالی که امریکا کشف نشده، امریکا توش میلیون ها آدم داشتن زندگی میکردن، کشف یعنی اینکه چیزی که تو اولین آدمی باشی، بنابراین اونا آدم نبودن که اونجا بودن، و کریستوف کلمب اولین آدم، ما اونو انسان فرض میکنیم، و هنوز که هنوزه در واقع نسبت به این قضیه تغییری ما ندادیم، و خیلی از ماها شاید الانم دوباره داریم بهش نگاه میکنیم. من خودم برام این بود که راست میگی، من اینجوری به قضیه نگاه نکرده بودم. یعنی نشون میده ما تو چه در واقع محیطی توی مملو از تمام این رسانه ها آموزش هایی که در واقع دادیم، و واقعیت رو از کانال ایناست که میبینیم، و باید تو همه چیز در واقع تو بازنگری کرد اگه بخوام در واقع رسانه بی‌طرف و واقع بین باشه، که هیچ وقت نخواهد شد. من یه نکته جالبی رو بگم، این داستانی که کیهان گفت خیلی هیجان انگیز، حالا اروپایی ها میگن آمریکا رو فلانی کش کرد، میگیم از دیدگاه اروپایی ها این آگاه بودن نسبت بهش، این کش کرد. جا وقتی مسئله فانتزی میشه که مثلا تو برزیل تو کتاب درسی بنویسن کاشف آمریکا کی بود، یعنی خود برزیلیا خودش رو دیگه در واقع کشف شده تلقی میکنن، در واقع همه جهان، حتی خود طرف خودش رو از دیدگاه اون فرد کاشف اروپایی وقتی میبینه، این دیگه خیلی جالب میشه. کیان جان، فکر نمی کنی که همین داستان کریستوف کلمب و کشف آمریکا در حقیقت جا انداختن این تفکر، هم از نظر تاریخی هم از نظر حضور ترس کنم که جغرافیایی، که اگر کریستوف کلمب نبود آمریکا کشف نمی شد، در صورتی که هزار سال و هزاران سال قبل از اون بومیان در آمریکا و کانادا در حقیقت سکنا داشتن، و این نوعی تبلیغات کلونیالیسم یا برتری طلبی در حقیقت فرهنگ اروپایی بر تاریخ و جغرافیای جهانه. کاملا درسته. در واقع من میخواستم به همین اشاره کنم که خیلی از ماها که سعی میکنیم تحت تأثیر مدیا نباشیم و واقعیت رو سعی کنیم همون جوری که هست یا حداقل از دیدگاه منافع خودمون ببینیم، خودمونم خیلی همونطور که امیر حسن گفت، مثلا یه برزیلیه از اکثرشون سوال کنی اونم یه کاشف امریکا کیه، میگه کریستوف کلمب. یعنی در واقع بخشی از ذهنیت شکل گرفته اینطوری، و این به دلیل اینه که ما الان مثلا سیستم سازمان ملل رو میگیم یه سیستم در واقع خب مترقی و فیره، در حالی که وقتی توی چیزش بریم یه سری دولت داره حق به تو هستن، میتونن هر کاری بکنن در واقع، و اصلا فیر نیست، ولی در واقع ما قبول کردیم که این عدالت یعنی این، و خیلی از این چیزها باید تغییر کنه، ولی خب همش با آموزش و با اینی که جمعیت بزرگتری نسبت به این گونه مسائل آگاهی پیدا کنند. اگه اجازه بدین من فقط یه دونه چیز بدم، یه نمونه بدم. حتما شما دوستان آندره گوندر فرانک رو میشناسینش، تئوریسین در حقیقت اقتصاد اجتماعی بودش، و در یه مرحله یه کتابی نوشتش تا اونجایی که به یادم میاد به نام دیولپمنت و سو دیولپمنت، یعنی در حقیقت رشد و توسعه، در حقیقت سو دیولپمنت میشه همون غیر توسعه، کشورهای غیر توسعه نیافتگی، توسعه نیافتگی. یعنی در حقیقت در اون کتاب از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی توضیح میده کاری که آمریکا با آمریکای جنوبی کرده در حقیقت رشد توسعه نیافتگی رو بیشتر و بیشتر چیز کرده،
در اونجا غالب کرده. خیلی جالبه، لو دیولپمان دو سو دیولپمان، یعنی رشد توسعه نیافتگی. یه نکته که الان من فکر میکنم که اوپنینگ خیلی خوبی شد، یکی از نکاتی که مهمه راجع به واقعیت خارجی بهش توجه بشه رو میخواستم که الان مطرح بکنم و دوباره دوستان اگر نکته‌ای هست بگن. ما راجع به واقعیت خارجی که صحبت میکنیم، دفعه پیش هم صحبت شد، واقعیت خارجی خودش یه اسپکترومه. اگه یادتون باشه در جلسه قبل صحبت کردیم و آقای چنگیزی مثال زدن که تجربه در واقع شکنجه رو یه نفر نمیتونه بگه آقا من اینو بهش آگاهی به دست آوردم به خاطر اینکه یه کتابی راجبش خوندم. این نکته یک نمونه ای هست از یه مشکل بنیادی که وجود داره و اون این هستش که برداشت ما راجع به واقعیت یا اون چیزی که ما اصلا میتونیم راجع به واقعیت لمس کنیم و درک بکنیم سه حالت داره. یه سری از واقعیت ها هستن که ما میدونیم، من انگلیسیشو میگم بعد با هم دیگه صحبت میکنیم. Sometimes we can know something exists in reality or something has happened. واقعیت دو جور چیزه و ما بهش میگیم واقعیت. یکی اینکه یه چیزی در جهان خارج وجود داره یا وجود نداره، مثلا این دیوار اینجا هست یا نیست. اینکه من برداشتم این هستش که در فرانجا آیا مثلا جینی ریشیو واقعا اینقدر هست یا نیست، یک چیز اتریبیوتی رو راجع به جهان خارج این مقدارش چقدر هست، یه چیزی وجودش به چه صورتی هستش یا اصلا هست یا نیست، یا یه چیز جنبه دیگه واقعا اینست که اتفاقاتی که اتفاق افتاده، آیا فلان واقعه اتفاق افتاد الان یا در گذشته اتفاق افتاده، یا اینکه دارن به ما اینطوری وانمود میکنن که این اتفاق افتاده. ما همطور که بحث فلسفی که جلسه قبل داشتیم هستش که این واقعیت خارجی که وجود داره چی هست الان و ما برداشتمون ازش هست، از این پیچیده تر تاریخه. تاریخ یعنی همین نیم ساعت پیش، مثلا چه چیزی در نیم ساعت پیش واقعا وجود داشته یا آیا یه واقعی واقعا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. حالا اینکه اون واقعی اتفاق افتاده یا نیفتاده از نظر منطقی دو حالت داره، یا اون واقعه به این صورتی که یک فردی ادعا میکنه اتفاق افتاده یا نیفتاده، یا اینکه یک درختی الان در فلان نقطه خاص وجود یا داره یا نداره. یعنی واقعیت خارجی تروس استیتش، وقوع درست یا نادرستی یک ادعا راجع به واقعیت خارجی دو حالت داره. ولی یه نکته جالب این هستش که برداشت ما راجع به اون واقعیت خارجی که خودش دو حالت داره سه حالت داره. من الان اینو میگم و بعد نظرات دوستان. این سه حالت این هستش که بعضی وقتا ما میدونیم که یه چیزی وجود داشته و میتونیم اصلا بدونیم که یک چیزی وجود داشته یا یه واقعی اتفاق افتاده یا نه و ما میدونیم. بعضی وقتا هستش که ما میدونیم که یه واقعی اتفاق نیفتاده، یعنی مثلا من الان میدونم تو این اتاقی که من هستم یه درخت توش نیست و مثلا کامران الان تو این اتاقی که من هستم نیست. ما بعضی وقتا میدونیم که یک چیزی نیست یا یک واقعی اتفاق نیفتاده، بعضی وقتا میدونیم که یک چیزی هست و اون واقعیت یا یک استیتمنتی تروه. ولی یه حالت سومی هم ما داریم و اون حالت ما نمیدونیم که اون واقعیت خارجی وجود داره یا وجود نداره. ما نمیدونیم که مثلا الان من نمیدونم که جاستین ترودو کجاست، این استیت جاستین ترودو بالاخره یا الان تو اتاواست یا تو تورنتو مثلا یه جایی هست. یه جمله فرض کن جاستین ترودو الان در اتاوا هست ممکنه درست باشه یا غلط، ولی دیدگاه من راجع به این که جاستین ترودو کجا هست سه حالت داره. یا من میدونم و مطمئنم به فرسام ریزن، یعنی اویدنسی به من ارائه میشه که من میدونم جاستین ترودو تو اتاواست، یا اویدنسی به من ارائه میشه که من میدونم که جاستین ترودو تو اتاوا نیست. این حالت دوم. حالا سومش اینه که من نمیدونم اصلا جاستین ترودو کجا هست. این مسئله دیدگاه ما نسبت به واقعیت خارجی رو باید توجه کنیم که سه حالت داره و خیلی از مواقع ما یه چیزی رو که نمیدونیم استیتش چی هستش رو
با اینکه فکر میکنیم که اون استیتش استیت نبودنه رو با هم قاطی میکنیم. یعنی اینکه من نمیدونم جاستین ترودو تو اتاوا هست یا نیست فرق میکنه با اینکه جاستین ترودو در اتاوا نیست و من نسبت بهش علم دارم. برای هر دو تا حالت اول ما احتیاج به اویدنس داریم و وقتی این دو وقتی اویدنسی نداریم که یک جمله درست است و یا اویدنسی نداریم که یک جمله غلط هست درباره واقعیت موجود یا وقایع خارجی، ما باید توجه داشته باشیم که استیت ما استیت سومه، استیت این که ما نمیدونیم، یعنی آگاهی نسبت به اون مسئله نداریم. این فقط یه نکته هستش که به نظر من جالبه بین تفاوت بین دیدگاه ما و واقعیت خارجی. حالا اگر دوستان میخوان نکته اضافه بکنن یا نقدی بکنن بفهم. من میخوام این مسئله رو صدا میرسی که میخوام این مسئله رو چیز کنم. چند وقت پیش صحبت شد یه جایی میگن یه تصادف که میشه 5 نفر که تو ماشین نشستن اگر از هر کدومشون بپرسی که از تصادف یه چیزی متفاوت چیز میکنن، این رو چه شکلیه؟ کجا قرار میدی؟ بله اون خب اون دیگه واقعا اون رو به طور عینی اون واقعا رو دارن لمس میکنن. اون مثال خوبیست برای اون دیدگاهی که آقای چنگیزی در واقع تاکید میکردن روش که خیلی موارد مثل این مثال هر 4 نفری که تو ماشین هستن اون واقعیت رو دارن به صورت عینی تجربه میکنن ولی هنوز اینترپرتیشنشون چون برمیگرده به اون استیت وضعیت موجودشون، تجربه های گذشتهشون و دیدگاهشون، احساساتشون، فیزیولوژیشون و خیلی چیزهای دیگه، باز هنوز اون باعث میشه که این خیلی دکتر جالبیه که حتی در مورد چیزایی که ما هممون با هم اکسپریانس میکنیم هنوز ممکنه اینترپرتیشن مختلف داشته باشه. ولی راجع به این نکته‌ای که الان نکته‌ای که من اضافه کردم این هستش که دیدگاه ما راجع به واقعیت یه حالت سومی هم داره که استیت آنونه و این چه همش اصلا اهمیتی داره به نظر شما نداره و تاثیرش چی خواهد بود رو دوست داشتم روش الابوریت بشه. مثل این که خودتون بس شروع کنیم ادامه. در واقع سالها پیش از زمان بیکن و قبل از اون و هولوشون مردم متوجه شدن که و دانشمندا و فلاسفه به این مشکل که ما برداشتی که از جهان خارج داریم این برداشت ممکنه که درست نباشه و فاندیشن های ساینتیفیک ریولوشن از اینجا شروع شد. وقتی که مردم به این نتیجه رسیدن که مثلا ما یه دیدگاهی داریم راجع به این که حرکت ماه و حرکت زمین و وضعیت زمین چجوریه و بعد کم کم کوپرنیک و گالیله و اینا اومدن یه چیزای فوندامنتالی رو که مردم خیلی سالیدلی باور میکردن که ما میدونیم و میتونیم که بدونیم کم کم به این پی بردن که نه، چیزایی که ما اینقدر عمیق بهش متوجه فکر میکردیم که میدونیم معلوم شده که این اویدنس هایی که ما داشتیم برای این ادعا، دقت کنید که ادعای اول این بود که ما میتونیم بدونیم که یه چیزی وجود داره و یا یک واقعی اتفاق افتاده. فرض کنیم برداشت ما راجع به جهان خارجی فیزیک دیگه یکی از فوندامنتال ترین چیزاییه که ما بهش میگن هارد ساینس، فکر میکنیم که میدونیم دیگه، مثل احساس دیگری نیست که فهمیدنش رو خیلی سخت و ناممکن باشه. ولی حتی مردم فهمیدن که در دومین چیزهایی رو که we can know that something exists، مثلا gravity exists یا exists نمی کنه، mass، germ یه چیزیست که ما به عینی لمسش می کنیم. ولی کم کم مردم متوجه شدن که برداشتی که و مدلی که ما از واقعیت خارج داریم اشتباهه و این کاخ تفکر علمی در واقع از هول و هوش کوپرنیک کالاپس کرد و این کالاپس هم تو تکرار شد. یعنی بعد نیوتن مثلا اومد و بعد از اون کالاپس با متدی که بر اساس اویدنس بود، تئوری مثلا تئوری مکانیک نیوتنی 200 سال عمر کرد. ولی بعد دوباره مردم اواسط قرن، حالا اواسط اوائل و تا اواسط قرن 20 متوجه شدن که این حتی برداشت ما راجع به اون چیزی که فکر میکنیم میدونیم و تجربه میکنیم که میدونیم هم کالاپس کرد
و فهمیدن که نه، این معادلات نیوتن هم خیلی از چیزا رو نمیتونه توضیح بده و جهان به اون صورتی که نیوتن برای ما تصور کرده بوده نیست و اینا، و یه مقدار مبهم شد که آیا واقعا اصلا چیزایی هستن. فکر کنین یه چیزی که من فکر می‌کردم که ممکن به بعضی از شما بیاید و انتقاد بکنید ازش، که همین سوال اولم هم که هرچند بسیار به نظر عادی میرسه، sometimes we can know something exists in reality or something happened، کم کم ما از اواسط قرن 20 فهمیدیم که اینم دقیقاً ما نه دقیقاً میدونیم جرم چیه، نمیدونیم که میدان چیه، نمیدونیم که جاذبه چیه، و همه فهمیدیم و خیلی چیزا هم که بعداً ثابت شد که ما اصلا نمیتونیم، مثلا عدم قطعیت هایزنبرگ ثابت میکنه که یه سری چیزا هستش که نه تنها we don't know، بلکه ثابت کرده که we can never know. این یا آیتم چهارم این وسط در واقع اضافه میشه که از بین اون چیزایی که sometimes we do not know، خودشون دو دستن، یه سری چیزایی هستن که we do not know but we can know، و یه گروهی از چیزها هم هستن که we do not know و یه بابایی اومده ثابت کرده که we can never know. و در واقع مردم اومدن به این پی بردن که آیا این متدی که ما برای اینکه ادعا میکنیم ما یه چیزی رو میدونیم متد درستی داریم برای این ادعا یا نه؟ و متدی که در واقع موفقیت آمیز بوده خیلی از بعد از این ساینتیفیک ریولوشنی که 300-400 سال گذشته صورت گرفته، ساینتیفیک متد به ما این قدرت رو داده که راجبه خیلی از چیزها ادعا کنیم که خوب میدونیم، ولی همونطور به ما این شک رو ایجاد کرده که این چیزایی که ما راجع به جهان خارج میدونیم آیا واقعا میتونیم ادعا کنیم که به اندازه کافی اویدنس واسهش وجود داره که میدونیم یا نه. حالا یه سوالی که مثلا وجود داره اینه: How do we know that the new scientific claims are valid or even plausible؟ okay. این در ساینسه. اینو ما میتونیم اکسپند بکنیم به زندگی روزمرمون. How do we know that a new claim about anything is plausible؟ یعنی آیا ما چجوری میتونیم بفهمیم که هر کلیمی که برای ما میان، نه تنها ساینتیفیک کلیم، یا هر کلیمی که در میاد یکی کسی جلوی ما یه ادعایی میکنه، ما میتونیم به عنوان یک ادعای علمی باش برخورد کنیم و ببینیم چجوری میتونیم بفهمیم که آیا این حرفی که این طرف داره میزنه درسته یا غلطه. و این یه سوال حادیه برای ما وجود داره که به خاطر اینکه در طول روز افراد مختلف میان چیزهای مختلف میگن. شما فکر کنین اگر ما یه جامعه‌ای داشتیم که یکی میومد میگفتش که آقا مثلا فلانی سلطنت طلبه، یا فلانی جیرخاره، یا فلانی ترامپیسته، یا هر کلمه دیگه، یا اینکه آمریکا مردمش ریسیستن یا مردم آمریکا ریسیست نیستن، اگر یه مردمی داشتیم که راجع به این ساینتیفیک برخورد میکردن و میخواستن واقعا زود قضاوت نکنن و نذارن این میدیا و محیط خارجی و تجربیات و بایاس ها جلوشون رو بگیره، یه سوال واقعا اینه: آیا ما چجوری میتونیم که متدی داشته باشیم که بفهمیم که یه کلیمی درسته یا غلطه؟ ما الان از شما من اینو میپرسم، یه کسی میاد یه ادعایی میکنه، ما میان به ما میگن فلان واقعیت خارجی وجود داره یا فلان اتفاق افتاد، ما از کجا میتونیم بفهمیم که ابزار ما برای فهم این که این حرف درسته یا غلطه چیه؟ سلام به همگی. حقیقتش سوالتون خیلی سوال خوبیه و واقعیتش من فکر میکنم معیار تک تک آدم ها برای این قضیه فرق میکنه. خب اون چیزی که ما به عنوان افکار عمومی میشناسیم اساسا چنین پرسشی نمیکنه، به مدیا گوش میده، حالا CNN و فاکس نیوز و نمیدونم CBS و فلان، هر چیزی که میگن اون میشه در واقع واقعیت براش. و اساسا وقتی که حتی کسی تلاش میکنه که این واقعیت رو به چالش بکشه، در واقع زیر سوال میره اساسا، حتی اگر که این در واقع به چالش کشیدن واقعیت بر اساس اویدنس باشه، بر اساس مدارک مستند باشه. در مورد حالا افکار عمومی داخل ایران هم خب میدونیم این دقیقاً
خیلی عجیبم، حالا جالبم هست دیگه. در واقع شما اگر حتی مستند بتونید بی بی سی فارسی یا ایران اینترنشنال یا من و تو رو زیر سوال ببرین، همه اینجوری هن که خب شما پس لابد طرفدار صدا سیمای ایرانی، که مثلا فلان چیزی رو که ایران اینترنشنال گفته قبول نمی کنی. این رو من حالا میخوام پیوند بزنم. حقیقتش خیلی کاملا به بحث مربوط میدونمش، فکر میکنم خیلی بحث جالبی بود واقعا، من خیلی یاد گرفتم. ولی عملا این اتفاقیه که مثلا در مورد سوریه یا همین حالا، یعنی همین دقیقا داخل ماجرا هستیم، اویغورهای چین داره اتفاق میفته. یعنی حالا با یه بند خدایی صحبت میکردم، داشت میگفت استالین فلان، گفتم ببین اون چیزی که حالا 80 سال پیش 90 سال پیش اصلا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده در روسیه و ساخته پروپاگاندا بوده، همین امروز داره درباره اویغورهای چینی اتفاق میفته و از یک بدون اینکه هیچ سندی دربارش باشه، فقط داره مدیا این رو میسازه که یک نسل کشی داره اتفاق میفته. و عملا ما توی واقعه هستیم ولی اصلا حواسمون نیست که آقا خب اوکی کو سندش کجاست؟ آیا فقط اینکه یه عده میگویند میشه سند؟ اتفاقی که دقیقا درباره سوریه افتاد، من شروع حالا ماجراهای سوریه، من یک همکاری داشتم اینجا، سوری بودیم بنده خدا، سالها هم بود در کانادا زندگی میکرد، مثلا 10 سال بود مهاجرت کرده بود اون موقع و با خانوادهش اینجا بودن. وقتی صحبت میکردیم، خب من خودم رو میگم، من خیلی تحت تاثیر مدیای اون زمان اینجوری بودم که آره دیگه خب بالاخره اسد داره آدم میکشه و اینا، این بنده خدا از همون موقع به من میگفت آقا حتی یک روز ما در سوریه چیزی به اسم تظاهرات مسالمت آمیز نداشتیم. و حالا خودش اتفاقا چیزش این بود که من پسرموی خود من رو توی سوریه همون هفته اولی که حالا مدیا شروع کرد به اینکه آی تظاهرات فلان شده و اینا، میگفت پسرموی من رو در سوریه دزدیدن همینها و ما کلی پول مجبور شدیم بفرستیم برای آزادیش که بتونیم از دست تروریستا نجاتش بدیم. و این اون چیزیه که واقعیت روی زمین فرق داره. و من بعدها که حالا مثلا خب بالاخره سندها بیشتر منتشر شد، اون چیزهایی که خود دولت سوریه، دولت روسیه، بقیه رسانه‌های حالا غیر غربی منتشر می‌کردن، هی بیشتر و بیشتر به این قضیه رسیدم که آقا اساساً اون چیزی که مدیا در حال ساختنش بود و ساخته شده و جا انداخته در اذهان همه، اساساً وجود خارجی نداشته و صرفاً با همین شیوه دیگه، یعنی یک مسئله رو اینقدر تکرار میکنیم و اینقدر در واقع چیز میکنیم که جا بیفته. حالا یه عده‌ای هم رفتن پیدا کردن واقعیت چی بوده، اصلا مهم نیست، اینقدر اقلیتن که اهمیتی نخواهد داشت تو اون اشل بزرگ نظرش. نظر من بخشید. منم یه نکته میخوام اضافه کنم. دو تا مسئله هست که در واقع ما به عنوان یه فرد ناظر، خب یک فرهنگی پیدا کردیم که از سیستم آموزشی، از در واقع همونطور که گفتم مثلا از فیلمایی که دیدیم، موسیقی که شنیدیم، آموزشی که در تاریخ همه چی دیدیم، در واقع یه فرهنگ شده برامون، یه دانشی با یه فرهنگی در واقع پیدا کردیم و با اون مدیاهامون رو خب انتخاب میکنیم، سعی میکنیم حالا با بیسی که پیدا کردیم، اون دانشی که پیدا کردیم، یا دقت میکنیم یا نه در واقع اون چیزی که بهمون احساس رضایت میده رو به عنوان مدیای خودمون انتخاب میکنیم و دریچه اون به واقعیات نگاه میکنیم. خب حالا اینی که الان دنیا چجور نگاه میکنه بحثش جداست، ولی ما اگر میخوایم به عنوان یه فرد، هم باید روی اون فرهنگمون، روی اون دانش خودمون که اون دید ما رو میده بهمون، خیلی جاها بازنگری کنیم که در واقع اینها علمی باشه حتما و بر اساس فقط در واقع اون چیزی که فکر میکردیم علمی هست نباشه،
دوباره رو شک کنیم و دقیقش بکنیم. و مدیا هم واقعا حالا مثلا در مورد چین، خب غرب قطعا دیدگاه هایی داره که میخواد دیدگاه های خودش رو با ما بقبولونه، ولی شاید هم اونجا اتفاقی داره میفته، اینی که ما از چه کانالی که چه مدیایی که بتونه نه اینکه بی نظر باشه، بدونه در واقع بای پارتیزان نباشه، ولی مسئله اینه که از یه دیدگاه متفاوت از زاویه‌های مختلف، همونطور که ما یه جسم رو اگه بخوایم در واقع تشخیص بدیم چیه، خب ممکنه یه مکعب رو از یه طرف با نگاه کنیم یک صفحه ببینیم، تا از زاویه‌های گوناگون نبینیم نمیتونیم متوجه بشیم که این نه یه مکعب یک صفحه نیست، ولی شاید هم یه صفحه بوده. فقط دیدگاه‌های متفاوت، زاویه‌های دید متفاوت که میتونه آگاهی کامل‌تری به ما بده. ممنون. میدونی من همش تو این فکرم که به هر حال اینا چه چیز راهبردی واسه ما دارن، یعنی چون یه مقدار آدم خسته میشه از این که این بحثای فلسفی رو دنبال کنه، چون میبینه که عملا داره یه کاری رو تو جامعه میکنه که این همه این بحثا این رو تحت سوال میبرن که اصلا خب من چرا موضع میگیرم در مقابل مسائل اجتماعی، و یا اینکه شاید یکی بیاد بگه اصلا دو قطبی ایجاد کنیم و به مقصد خودمون برسیم و اینها. منتظر این بودم که یه چیز عملی بگیم. مثالی که آقای رضا نامداری زدن نشون میده که چرا این سوال انقدر مهمه از نظر عملی. ببینید سوال اینجاست، ما الان فرض کنید من و شما و هر کدوم از ما، سوال واسه همون مطرحه که الان واقعیت اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاده چیه، برای اینکه حتی ما بتونیم بفهمیم که آیا منافع ملی ما دخالت در سوریه هست یا نیست. یک قدمش این هستش که حالا بعداً باید به اون بپردازیم که خواسته ما رو در ایران چیه، ولی یا حتی برای کانادا چیه. قبل از اون که بفهمیم حالا خواسته ما برای ایران و کانادا چیه، اول باید بفهمیم مثلا تو سوریه واقعا چه اتفاقی داره میفته. و سوال اینجاست ما چجوری میتونیم، سوال من دوباره میخونم دوباره میگم، اینکه همونطور که رضا مطرح کرد چقدر این عملیه اتفاقا، چطور ما میتونیم بفهمیم که آیا اون برداشتی که من دارم راجع به سوریه درسته یا برداشتی که دیگری راجع به سوریه درسته. سوال اینجاست، و اگر ما بتونیم یه متدی رو پیشنهاد بکنیم، مثل کاری که در متد علمی برای علوم کرد و باعث یه دفعه رشد ناگهانی دانش بشر راجع به خیلی از فیلدهای علمی شد، ما چجوری میتونیم یه روشی رو به مردم که همونطور که باز دوستان و رضا گفتش که اصلا مردم اکثرشون به این چیزها رفلکت نمی کنن، همون چیزی که میدیا میگره خیلی بدون مقاومت ابزورب میکنن، یعنی اون کسایی که فاکس نیوز تماشا میکنن دیدگاه فاکس نیوز، با اون کسایی که MSNBC رو تماشا میکنن دیدگاه MSNBC. اصلا این صحبت خیلی خوبی شد، اصلا طرفی که MSNBC رو نگاه میکنه دموکراته، آمادگی پذیرش داره، MSNBC هم یه چیزی بهش میگه طبیعتاً اونو بدون مقاومت میپذیره، و این وضع همه ما. ما رسانه‌هایی رو انتخاب میکنیم بر اساس ایدئولوژیمون، بعد اون رسانه‌ها یه چیزایی رو به ما میگن که بر اساس ایدئولوژیمون بدون مقاومت میپذیریم. حالا ما در واقع یه گلدن کوئسشن برای والتر لیپمن و آقای گرامشی و دوهینه، برای اینکه این سه نفر مارکسیست و کپیتالیست و فیلسوف هر سه تاشون هپی بشن، ما باید بتونیم یه راهی رو پیدا کنیم که نه من و شما، average citizen، یک فردی که تو جامعه زندگی بتونه به این متد دستیابی کنه، مثل متد علمی که انقلاب صنعتی رو به وجود آورد، این متد میتونه جامعه انسانی رو زیر رو کنه اگر بهش برسیم. ما چجوری بتونیم یک فرد به اون مرحله برسه که هم نسبت به دیدگاه خودش شک کنه و هم بتونه در واقع یه دیدگاه درستری رو به دست بیاره. من اینو میذارم به عنوان تاپیک جلسه بعد، ولی الان من اینجا ستاره میذارم این چیزی که در واقع کیهان گفت و من اینجا یادداشت کردم. یک راه حلی که پیشنهاد شده بهش میگن تریانگولیشن،
همین هستش که افراد عادت بکنن که نظرات مخالف راجع به موضوع که شما هم فهمیدین عبدالحسینی که تضاد ایجاد بکنیم، نه اینکه تضاد ایجاد بکنیم، حواسمون باشه که یه چیزی رو که میشنویم مخالفش هم حتما بخونیم. یعنی اگه من مثلا فرض کنم طرفدار تئوری عدالت آقای رالز هستم، حتما انتقاداشم بخونم. این خودش یه دیسیپلینیه که اجرا کردن شاید بتونه به همه ما کمک بکنه و شاید بتونیم یه متدی رو ایجاد بکنیم که به همه سیتیزن ها این رو بشه توصیه کرد. و ببینیم، امیدوارم که بتونیم سرچ کنیم و نگاه کنیم ببینیم چه پیشنهاداتی در این زمینه شده. الان ما 12 دقیقه رو اوور تایم هستیم. موضوع جلسه بعدی خواهد بود که ما چجوری میتونیم بفهمیم که تو سوریه چه اتفاقی افتاده. تاپیکش رو عملی در نظر میگیریم که تئوری نباشه. ما چجوری میتونیم راجع به این فکر کنیم و در جلسه بعد ادامه میدیم. مثال آیتم اوله، این که در سوریه چه اتفاقی افتاده مسلما جز به چیزایی که ما هرگز نخواهیم دونست عدم قطعیت هایزنبرگ نیست. پس ما باید بتونیم یه راهی باشه که بفهمیم. چجوری ما میتونیم بفهمیم که واقعا در سوریه چه اتفاقی افتاده کانسیدرینگ همه بایس هایی که داریم؟ خب من میخوام ببینم که آخرین جلسه ما به چی میرسیم. به چه نتیجه میرسیم؟ آخرین جلسه رو الان من وسطتون پوسترشو میارم. هدف چیه؟ هدف این هستش که ما بفهمیم که این جمله آخر، هدف این هستش که How the world works، عملکرد جهان چگونه است. این اسم یکی از کتابای چامسکی هم هست جهت اطلاعتون. عملکرد جهان چگونه است. برای اینکه مثلا فرض کنید یه ایرانی تو ایران نشسته، حالا ایرانی رو برش کن چون ما همون حساسیت داریم، طرف توی گواتمالا نشسته، یه حکومتی تو گواتمالا هست، حکومت نظامی فلان بیساره، اینم داره زندگیشو میکنه، بخواد باهاشون وارد جنگ شه، یه سری ریسکا داره، جنگ نشه، یه سری ظلما داره. برای اینکه این فرد بفهمه که من چی کار باید بکنم تا به هدف خودم برسم، این لازمه که بفهمه که دنیا چجوری عمل میکنه. یعنی اگر یه نفری ندونه که how the world works، از جمله اینکه خود من این فکرایی که تو مخمه درسته یا غلطه و اینکه دنیا خارجی به چه صورتی عمل میکنه، این منجر به تصمیمات، اگه ندونه منجر به تصمیمات غلط میشه. خیلی من جالب جناب قاسمی نژاد، در این جلسه بعد شما به خاطر سوالی که کردین این مسئله رو هم به اصطلاح بگنجونین. خط فکری انسان ها یا لین دو پانسه به قول فرانسوی ها، The line of thinking و لین دو دمخکسیون، یعنی خط یا این که چیزی که تفاوت افکار انسان ها رو demarcation line. حتما آره، که اون وقت بتونیم راجبش صحبت بکنیم. بله، حالا چون شما راجع به سوریه گفتین هفته دیگه می‌خواید صحبت بکنین، سر مسئله به جای اینکه یه تاپیک تئوریتیکال فلسفی باشه که ما چگونه میتوانیم، به نظر من حالا یکی ممکنه بگه ما بخوایم بفهمیم که توی آمریکا در روز حمله به کنگره چه گذشت، اونم همین ترامپ یه تیم بایدن یه چیز دیگه میگن، ما از کجا میفهمیم که اونجا چی گذشت. یه اطلاعی در مورد آنچه که در چین میگذره و الغورها، اینو در نظر داشته باشید که زمانی که 10-12 تا از مسلمانان چینی که به داعش پیوسته بودن و بر میگشتن به اصطلاح به چی سر مرزهای چین، اینا گرفتار شدن، دستگیر شدن. چینی ها به فکر افتادن که نخیر، اینطور نمیشه ادامه داد و میبایسته که جلوی این جریان گرفته بشه. این یه بخشش. بخش دیگرش هم کانترادیکشنی که، یعنی در واقع تضادی که در سطح جهانی بین سرمایه‌داری هستش و رشد کنونی چین. ولی حالا در نظر بگیرید فرض کنید یه نفر کانادایی الان یعنی بغل ما نشسته، بله، می‌بینه که رسانه‌ها دارن این چیزا رو راجع به ایرگورها میگن و خب خود دولت چین هم این چیزا رو میگه و حالا میخواد یک دیدگاهی راجع به اون داشته باشه و این دیدگاهی که راجع به وضعیت اینا داره مهمه، به خاطر اینکه
اووردنش و رسانه‌ایش کردن و این حرفا، خب اونجا 1,700,000,000 نفر دارن زندگی میکنن، 40 میلیونش هم اینان. این منجر به یک تصمیمی خواهد شد از طرف کشورهای غربی، و یک کسی که توی دموکراسی زندگی میکنه به سهم خودش در اقدامات اون دموکراسی مسئوله، برخلاف کسی که توی دیکتاتورشیپ زندگی میکنه میتونه بگه آقا من نسبت به این تصمیمات این دیکتاتور اعلام تبرع میکنم، این تصمیماتی که این دیکتاتور میگیره به من مربوط نیست. کسایی که تو دموکراسی زندگی میکنن مسئولیتشون بیشتره. حالا یه کانادایی میخواد تصمیم بگیره که آقا من برداشتم راجع به این چیه، این چه جوری میتونه به من واقعا در چین تو اون محله اعتراض داره میگذره، این داره خیلی شبیه همون میکنه که در سوریه چی داره میگذره و در آمریکا چی داره میگذره، و پیدا کردن راهش موضوع صحبت جلسه بعد ما خواهد بود. بسیار عالی.